شعبنا الغرام هو الحسين ما لنا سواه وحبه او دفع خون از طریق اعضا به شکل حجامت یا همین قبض زنی خیلی تأثیر بسیار عالی داره در بهبود وضع اونا و درمانشون، به خاطر اینکه این گلوبول ها که دفع میشن بدن نشاط پیدا میکنه و در از اکسیژن رسانی به اعضا خیلی بهتر انجام میشه. انجام قبض زنی معمولا به استخوان جمجمه آسیب نمیرسونه چون معمولا سطحی انجام میشه، ولی در مواردی که خراش های جزئی رو جمجمه هم داشته به خاطر سفتی استخوان این لایه مشکل ایجاد نمی کنه. ترمیم زخم های قبض زنی که معمولا شکاف های گاهی شاید عمیق هم باشه توجیه علمی نداره واقعا، به خاطر اینکه بعد از انجام قبض زنی معمولا افراد قبض زن میرن حمام استحمام میکنن و بعد هیچ مشکلی پیش نمیاد. این توجیه علمی نداره چرا حالا به این راحتی بدون اینکه عفونتی بکنه یا مشکلی پیش بیاد، و قطعا از نظر اعتقادی ما این رو از برکت حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام میدونیم. در این قبض زنی نوعی حجامت و حجامت سره که بهترین حجامت ها هست. ما نمیخوام بگیم که بالاخره کار پزشکی هست، ما اگر روزه میگیریم روزه را به دلیل فرمان خدا میگیرم، نه برای اینکه موجب صحت و تندرستی. مسائل بهداشتی را ما با مسائل اعتقادی قاطی نمی کنیم. خدا رحمت کنه مرحوم علامه امینی را رضوان الله تعالی علیه، صاحب کتاب قیم القدیر، یکی از بزرگان حوزه برای من نقل میکرد، میگفتش که من در کربلا روز عاشورا تو حرم تو صحن مطهر آقا امام حسین ایستاده بودم، تو یکی از ایوان یکی از اتاقا کنار علامه امینی ایستاده بودم. علمای سنی بغداد اومده بودن در کربلا برای تماشای عزاداری، ناگهان هیئت های قم زن غرق در خون ریختن تو حرم، و بعدم هیئت های سینه زنی که از سینه هاشون از زنجیر خون میریخت، سینه زن که از سینه هاشون خون میریخت، علل خدود لاتمات تو صورت زده بودن صورت و سر و غرق در خون. این عالم سنی و از اپیدود آرام آرام و کنار علامه امینیش ایستاد که میشناختش، به علامه امینی گفت شیخ نهازا جایز؟ این کاری که نمی کنن جایزه؟ این کار جایزه؟ علامه امینی فرمود که این نهازا لواجب، نه فقط جایزه بلکه این کار واجبه. چند سال قبل از یکی از مراجع بزرگ در اصفهان پرسیده بودند که قمه زدن چه صورت دارد، خدا رحمتش کند جمله خیلی زیبایی گفته بود، هم از مسئله فرار کرده و هم جواب شیوا و لطیفی داده بود. گفته بود این کار کار عشق است و مربوط به فقه نیست. اما قمه زدن ما در این مدت عمر که 70 سال بیشتره ندیدیم مرجعی از مراجع فتوای محرمت دلیل علیت به جای خودش. ببخشید بچه رو آوردنش اینجا که دارن قمه میزنن توی روحش تاثیر نمیذاره؟ نه خب این بعد از حالا یاد بگیره که تو ادای امام حسین شرکت بکنه. خب من فکر نمی کنم این 10 سالش هم شده باشه با خون دیدن و اینا. نه خب اینا بعد از همین بچگی یاد بگیرن که برای امام حسین خون بدن، باید اینجور باشه، یه مسلمون یه شیعه باید اینجور باشه. ملاکی ما برداشتی غربی ها نیست، تو قرآن هم گفته لن ترزا انکل یهود ولا نصارا حتی تتبع ملت هم. یهود و نصارا هیچ وقت از شما راضی نمیشن مگر اینکه شما به دین اونا دارن. اگه ما الان قمه زنی بکنیم بعد سیاه پوشی بعد سینه زنی بعد زنجیر زنی، بالاخره اونا دلشون برای دین ما نسوخته، کم کم سانسورش میکنیم. اونه چند وقت بیش پرتغاله نشون میداد کامیونای پرتغاله برمیشن میزدن به هم دیگه که عشق میگرفتن، اونا عشق جنون بوده، ما هم عشق حسینی اون همینه، مسخره نیست عشقه. و خود مولا امام حسین سلام الله علیه شاهد است که آتالا بهادینی خودشون فرمودند روز عاشورا وقتی قمه زن را قمه زدند دیدم هر قمه زنی خیلی بی حاله، همون ملائکه زیر بغلش رو گرفتن. خدایا تو شاهد باش راست میگم، امام زمانم شاهد است که راست میگم. خدا میداند نوری را که من روز عاشورا تو قمه زنی احساس میکنم، به خدا راست میگم نه در حج یه همچین نوری حس کردم، نه در تدریسم، نه در تحصیلم، نه در و نه در و نه در و نه در.
آیت الله عظما بهجت سلمه الله تعالی الان زنده است، او دیگه شاهد نمیخواد چون زنده است. فهمن وقتی اون آقا یه چیزایی نوشت، مرحوم استاد الحسن اصفهانی فتوا داد، اعلام کرد که هر کسی میتواند قمه بزند واجب از این سال قمه بزند. آیت الله بهجت فرمود اون سال 700 مجتهد در نجف از آیت الله استاد الحسن اصفهانی متابعت کردن قمه زدند. منم دیدم، هم میترسم و هم بونیه قمه زدن و هنر قمه زدن ندارم. از طرفی هم مقلده سید بودم، استاد الحسن اصفهانی بودم، نمیخواستم مخالفت کنم، لباس پوشتم رفتم تو قمه زدم و اون لباس من خونی شده و نشستمش. آیت الله بهجت فرمود لباس قمه زنی خونی را نشستم، نگه داشتم، وصیت کردم، گفتم با من دفن کنید. تو قوم تا حتی بعد از انقلاب چند سالی هم قمه میزدن و قشنگ صبح ها شروع میمدن تو خیابون ظاهر میشن و میمدن تو حرم و حتی تو صحنه میمدن. و وقت محمود رو گل پایبانی فرمودن که هر کنون بودن بیمارستان و پانسمان و باند و دارو و هرچی خواستن بوده من. اصلا محمد شیرازی هم یه همچین برنامه داشتن، تقبل میکردن، کفن میدادند. اینا بچه نبودند، اینا چیز میفهمیدن. علامه امینی چیز حالش بود، استاد الحسن اصفهانی چیز میفهمید، مراجع نجف چیز حالشون بود.